بینندگان عزیز سلام، امیدوارم که تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی رو که امروز با هم هستیم اوقات بهتری داشته باشیم. امروز یکی از برنامه‌هایی هست که من خیلی خوشحالم که در خدمت آقای حسن فیروزی هستم و ایشون در تلویزیون‌های مختلف برنامه‌های مختلف داشتن و بهترین ویدیویی که من دیدم برای شما بارها گفتم و هر بار که اون ویدیو رو نگاه کردم چه تنها چه با دوستام اشک در چشمان من جمع شد و واقعا دیدم چون ایشون از دل سخن گفت بر دل ما نشست. وقتی بود که ایشون در رابطه با خودشون از کودکیشون صحبت کردن تا امروز که بیش از 70 سال اگه اشتباه نکنم سن دارن و در کالیفرنیا زندگی میکنن داستانشون رو گفتن، ولی امروز به خاطر این با ایشون نیستیم. امیدوارم در روزهای آینده فرصتی پیش بیاد تا باز هم در این مورد صحبت کنیم. آقای حسن فیروزی امروز مهمان برنامه دیدار یاران هست که ضمن تشکر از دیدار یاران که این فرصت رو پیش آوردن و این سکوی ارتباطی رو در خدمت همگان میذارن تا بیان صحبت کنن، میخواییم از آقای فیروزی خواهش کنیم در رابطه با تبلیغاتی که جمهوری اسلامی در تلویزیونشون مخصوصا اخیراً انجام میدن و اون 3-4 موردی که یک ویدیوی رو درست کردن، برنامه رو درست کردن که گویا افرادی که قبلاً بهایی بودن رفتن اونجا و به اصطلاح مثل اینکه توبه کردن و مذهبشون رو عوض کردن و یک چیزایی میگن که همون ماجراهای دروغی هست که ما قبلاً شنیدیم، ولی چرا امروز توی این زمان این کار رو انجام میدن، اون رو من خواهش کردم که از آقای حسن فیروزی بیان در این مورد صحبت کنن. اگر شما دوستان هم سوالی پرسشی دارید و یا نظری دارید میتونید از طریق شماره تلفن و ایمیلی که میاد با ما تماس بگیرید، این سوالا رو برای ایشون میفرستم، در برنامه‌های آینده پاسخ خواهند داد. بیش از این شما رو در انتظار نمیذارم. آقای حسن فیروزی سلام میکنم به شما، بهتون خوش آمد میگم و این شما، این هم شنوندگان و بینندگان تلویزیون مردم، بفرمایید پای صحبت شما با هم مینشینیم. با عرض سلام خدمت شما و سرکار خانم گرامی و شنوندگان و بینندگان تلویزیون پرطرفدارتون، بنده حسن فیروزی هستم از اهالی محترم آذربایجان شرقی و متولد سال 1939 هم در شهر اهد دنیا آمدم و الان که دارم با شما صحبت می کنم 75 سال و 3 ماه از تولد من گذشته است. آفرین بر شما، بفرمایید. عرض کنم خدمت شما که من این برنامه را که از طرف کانال 3 تلویزیون جمهوری اسلامی ایران بود در تلویزیون آپادانا در خدمت جناب ستار دلدار دیدم و اصلا تعجب نکردم. ببینید، ما ملتی هستیم با چندین هزار سال تاریخ، سابقه تاریخی، فراز و پستی های زیادی دیدیم و به همین علت دارای یه مقدار ویژگی های خاصی هستیم. درسته که یک عده از ما آمادن و حاضرن به هر بهایی ولو به تهمت و افترا و تحمل واژه نازیبای دروغگو بودن تهمتهایی بسازن، ولی خوشبختانه جامعه هستیم که افرادی مانند سعدی داشته که با یک حکایت، با یک تمثیل و با یک گوشه های زیبا این احساس را در مردم به وجود آورده و الان 900-800 سال پیش با ساختن یک حکایت، البته اغلب اینا را هم خود سعدی ساخته، مثل حکایت‌هایی است که مولوی ساخته، و میگه که یه آقایی یه شب خواب دید که یک مرد خوشتیپ و جوان و برومند آمد به خوابش. گفت تو کی هستی؟ گفت من شیطانم. گفت شوخی میکنی؟ شیطان که اینجوری نمیشه، شیطان دارای دم، دارای شاخ، صورت بسیار زیب ناپسندی داره، اصلا نمیشه به صورتش نگاه کرد. این جوان لبخندی زد، اینو سعدی میگه. گفت آقا سعدی، همون شیطانی که میگم منم،
اما چون قلم در کف دشمن است به همین علت به من شاخ و دم میبندند. جناب سربی، حکایت هایی که در مورد بهائیان میگویند یا میشنویم اینا حکایت ها و افسانه های نادرستیه و از و گویندگان آن هم شاید به این علت این جعلیات را میسازند که به هموطنان خود کمک بکنند که بلکه جلوی معاشرت بهایی ها و غیر بهایی ها در کشور مقدس ایران کم بشه. بنده چون تر خانواده مادریم مسلمان بود و من بعد از 16-17 سالگی به آیین بهاییت گرویده ام، بنابراین هر دو طرف را میشناسم. مسلمان های بسیار با شرف، با انصاف و با وجدانی هستند که به قرآن و عرفان اسلامی عارفم. همین چند روز پیش این حکایت این وسط بگم که بنده یه خانمی که همکار هستیم و کار میکنه و ماه مبارک رمضانه، من از این خانم پرسیدم که خانم من برای دیگران چای میریزم، شما هم چای میخورید؟ و اون خانم برگشت گفت نه من چای نمیخورم. یکی دوتا از خانمهای دیگری که اونجا بودن بعد به من گفتن شما که میدونید این رمضانه و این روزه است، چرا ازش نپرسیدی که روزه یا نه؟ و من در ترکیه بودم، با وجودی که دانشکده کشاورزی ثبت نام کرده بودم، یک تمایلات خیلی زیبایی برای یاد گرفتن عرفان اسلامی اونم از دیدگاه سنی ها داشتم. یه دوره ثبت نام کرده بودم راجع به اینکه گناه، دروغ گفتن چقدر گناه هست، از یه 3 ماه صحبت میکردن. یکی از این مطالب این بود شما از هیچ کس هیچ سؤالی نکنید، مبادا سؤالی بکنید که طرف مجبور یا از خجالت یا از ترس به دروغ گفتن باشه. این همین مثال گفت، گفت دوست شما میاد تو خیابون، ازش نپرسی که فلانی روزه یا نه، گناهه. در اسلام راستین و اسلام عرفانی هیچ کس از هیچ کس نمیپرسه که آیا روزه ای، و هیچ کس حق نداره به دیگری بگه که من چای نمیخورم چون روزه هم. باید بگه من چای نمیخورم. یعنی برای دوری جستن از دروغ که بزرگترین گناه نوع بشر است، حتی ما نباید از دیگران سوالاتی بکنیم که اونا به ترسشون یا خجالتشون دروغ بگن. ولی وقتی همین اسلام به این زیبایی، همین اسلام به این لطافت و قشنگی دست آخوندیزم افتاده، اونا از گفتن هیچ دروغ، از گفتن هیچ نوع تهمت خودداری نکردن. از نظر آخوندیزم گفتن دروغ گناه، مگر بخواهی به خاطر منفعت بگی. و که در بین ما راه افتاده میگن که دروغ مصلحت آمیز. من با اطلاعات مختصری که از دیانت اسلام دارم با نهایت جرأت و جسارت عرض میکنم نه در اسلام و نه در هیچ دیانت دیگری چیزی به نام دروغ مصلحت آمیز نداریم. اینه که من از اون خانم پرسیدم، اونم چون واقعا عارف بود برگشت گفت نه فلانه من چای نمیخورم. اما متاسفانه این طبقه ای که الان در ایران حکومت را به دست گرفتن و دارن، الو گوش میدم بفرمایید، الان اون حکومت دلشون میخواد به هر بهایی شده به هر شکل و صورتی که امکان داره جلوی معاشرت جامعه ایرانی را با دوستان بهاییشون بگیرن. حالا ظرف ها را آب میکشند، میگن بهاییان نجسند، میگن اینها شیطان پرست هستند. جدا الان نزدیک 170-180 ساله که مبادرت به گفتن یک دروغ فاجعه آمیز کردند. من اجازه میخوام که یه مقدمه بگم در مورد این که این تهمت که بهایی ها دارای عرف و عادت انسانی و اخلاقی نیستن، حکایتی را که حکایت نیست، یک سند تاریخیه، به شما عرض بکنم. اجازه دارم؟ بفرمایید. وقتی که سلاطین عثمانی
با پادشاهان اونا سنی بودن و با پادشاهان شیعه ایرانی جنگ میکردن. یکی از دستوراتی که سلاطین عثمانی به سردارانشون داده بودن این بود که شبها چادرهای سربازان عثمانی را نزدیک چادرهای ایرانیان نذارن و از هر نوع مراد مکالمه و دید و بازدید اینا جلوگیری به عمل بیارن که اینا مبادا به اسرار هم با خبر بشن. در یکی از این جنگ ها اتفاقا چاره ای نبود و عثمانی ها مجبور بودن در همون نزدیکی های چادرهای ایرانی چادر بزنن که شب را استراحت بکنند و صبح بلندشن هم دیگر رو بکشن، هر دو زیر نام الله. یه وقت سربازای عثمانی دیدن که از چادرهای سربازای ایرانی صدای الله اکبر بلند شده و بعد دیدن که اینا قرآن میخونن، آمدن به سردارانشون گفتن که قربان شما به ما گفتید که اینا کافرن، به ما گفتید که اینا نجسن، ما صدای قرآن شنیدیم، ما صدای الله اکبر میشنویم. سرداران عثمانی ماندن، رفتن با رهبرانشون صحبت کردن، آمدن به اینا گفتن که بله درسته که اونا به ظاهر قرآن میخونن، درسته که اونا به ظاهر اذان میگوین، ولی شب هنگام رعایت عفت و عصمت نمیکنن، زناشون رو با هم عوض میکنن و این باعث شد که تیغه های شیعیان بیشتر و سنی ها بیشتر برنده شد. این سند در کتابخانه دانشگاه تهران هست، نویسنده کتاب آقای نصرالله فلسفی است و چاپ شده و هر کس از دوستای ما، متاسفانه ما خیلی آدم نزدیکی ندارم که از دانشگاه تهران یا کتابخانه هایی که انتشارات قبل از انقلاب دانشگاه تهران را میفروشن تهیه بکنن، شاید از داری به خاطر مقدار شنوندگان و بینندگانی که در ایران داری. اسم کتاب هست زندگی شاه عباس دوم. حضرتالی این کتاب رو پیدا بکنید در تلویزیون نشان بدید، میگه که این شایعه که زنها و مردها را عوض میکنند و اینها به خاطر جریانی بین شیعه ها و سنی ها بود، اینی که وقتی هم که نهضتی به نام نهضت بابیگری و بعدش آیین بهائیت از ایران پیدا شد، جامعه ایران جامعه آخوندیزم سه بار و به سه شکل شروع به مخالفت با آیین بابیت کرد. اول با اینا صحبت کردن بلافاصله که سید باب ظاهر شد، اینا که نگرفتن نکشتن، شروع کردن به مباحثه از آیات قرآنی از احادیث، ولی دیدن که نه، مردم توجه بیشتری به حقانیت سید باب میکنه. حالا سید باب چیکار کرده بود؟ اولین دستورش این بود که به آخوندها خمس و زکات ندهید و به مالکین بهره مالکانه ندهید. جناب سربی در اون وقت بر اساس آماری که دارن شاید ایران حدود 6 میلیون نفر جمعیت داشت، از اینها بر اساس نوشته مورخان غیر بهایی بیش از یک سومشان به آیین سید باب گرویدند. چرا گرویدند؟ کاری به این حق یا ناحق بودنش هم نداشتند، میگفتن آقا امام زمانی که ما منتظریم آمده و به ما دستور داده که بهره مالکانه ندهیم و به آخوندام به اصطلاح خمس و زکات ندادن. این دو طبقه مالک و آخوند دست به دست هم دادن و شروع کردن به ساختن تهمت‌های دیگر، از جمله شایع کردن که این بابیا قرآن رو می‌سوزونن. و وقتی کشاورزان شنیدن که بابیا قرآن رو می‌سوزونن، گفتن نه دیگه، ما نمی‌تونیم قرآن بسوزانیم و دوباره برگشتن. آخوندیزم در ایران همیشه با زدن تهمت‌هایی که خالی از هر گونه حقیقت است موفق شده که بین جامعه بهایی و غیر بهایی نفاق
دشمنی، کینه و عداوت برپا کنه. نمونهش بنده در مورد خودم عرض میکنم. مادر من که منو زاییده بود، بعد از این که منو پیدا کرد بعد از 13 سالگی، بعدها که میرفتم خونش، جناب سربی شرماوره، گریه آوره بگم که ظرفهای من رو آب میکشید، چون باور میکرد که من نجسم. هیچ وقت صورت منو به صورت ساده نمیبوسید، چادرش میانداخت رو صورت من و مرا میبوسید. بنابراین تهمت وقتی تأثیر کنه، بیشترین تأثیر را از به مردم به وجود میاره و مباهایا مورد نفرت قرار میگیرن. بنده یک سوال دارم، آیا معیار و میزان قضاوت ما چی است؟ گفته یک آخوند، این فیلمی که اخیراً شما حتما دیدید، بنده هم دیدم و بر اساس اون دارم الان یه توضیح مختصری میدم، عبارت از اینه. این آقا میگه که من در یک خانواده بهایی بزرگ شدم و الان مسلمان شدم، و میاد میگه که بهایی ها فاقد ناموس و فلان و بهمان و از این حرفان. قربونت برم، بهایی ها بچه هاشون رو از 7 سالگی به درس اخلاق میفرستند. این آقا اگه بهایی زاده باشه که لابد بوده، یا درس اخلاق نرفته یا برداشت های نادرستی از درس اخلاق کرده. قربان، بنده به عنوان یک آدم 75 ساله که مختصر اطلاعاتی هم راجع به تمام ادیان موجود در کره زمین دارم، با نهایت به اصطلاح قدرت و قوت عرض می کنم در دنیا هیچ دین و مذهب و آیینی نیست که از طریق به اصطلاح مسائل جنسی و اهمیت شمردن اخلاق، عفت و عصمت در جامعه رواج پیدا بکنه. کدوم انسانی با شرفی میاد برای القاء معنویات های روحانی که هدف از دینه، از شرف و ناموس و دختر و مادر خودش بگذره؟ اما چه کنم، به قول سعدی قلم در کف دشمن است. الان ما این تهمت ها را تحمل میکنیم. اون روز آقای صدر دلدار از من میپرسید که من از این سوال من خوشت اومد. گفتم نه، از نوع سوال خوشمون نمیاد، هیچ کس خوشش نمیاد که در سن 75 سالگی بره جلوی دوربین بشینه و ازش سوال بکنن که آیا اینی که میگن باهایا غیرت و ناموس کمتری دارن درسته؟ نیست. تا به حال هرگز و هرگز من یه دوستی دارم، آقای دکتر میزا آسی، که یک مسلمان قرآنیه و یکی از پایه های اصلی مباحثات مذهبی روزای پنجشنبه در تلویزیون پارسه. من از ایشان هم کمک گرفتم. اون روز آمدن و گفتن که ما نمیتونیم کیلوی قضاوت بکنیم، ما باید کتاب بهایا رو بخونیم، ببینیم که راجب اخلاق، راجب عفت، راجب عصمت، راجب طهارت چی میگن. اگر در آیین بهاییت نوشته باشه که یک ذره عفت و عصمت بهتر از 1000 سال عبادت در دریای معرفت هست، پس پیروان این آیین نمیتونن بی اخلاق باشن. اما چه کنم، قلم در کف دشمن است. این آقا که اون جوان رو میاره اونجا میشونه و آب و تاب میده، چرا اجازه نمیده یکی از جوانان بهایی ایران هم بره اونجا بشینه و کتابشو باز کنه، بگه آقا ببینید ما در اخلاق میریم، به ما یاد میدن که عفت و عصمت، طهارت، خوش اخلاقی. بنابراین یک طرفه به قاضی میرن، افرادی رو میارن و میخوام به این ترتیب فاصله جامعه بهایی را که همیشه جناب صوبی ما در ایران بیش از 1% بهایی نداشتیم و این 1% بهایی را آخوندها همیشه در تمام مراحل خواستن بکشن، خواستن نجس نشون بدن، خواستن خائن بکنن. من نمیدونم در این مورد از داری سوالی دارید که من بیشتر توضیح بدم یا برم روی کد دیگری که عنوان کرده بودم. بسیار ممنونم. من میخواستم یه مقداری در رابطه با این که چرا بهایی ها رو جاسوس میگن و تا حالا چندین بار عوض شده، جاسوس روس، جاسوس انگلیس، جاسوس اسرائیل، حتی قبل از وجود اسرائیل اینا این به اصطلاح اتهامو میزنن. در این موارد هم اگر مایل باشید صحبت کنید. بفرمایید.
حتما عرض کنم خدمت محترم شما. ببینید وقتی به یک جامعه لقب به عنوان جاسوس بدن، افراد جامعه از اونها رم می کنند. اولا ما باید بدونیم تعریف جاسوس چیه. برخلاف این حضرات که فکر میکنن جاسوس متاع بی ارزشی است، مثلا در ابرگو 9 تا پیرمرد و پیرزن رو گرفتن تیرباران کردن اوایل انقلاب و گفتن که اینا جاسوسان اسرائیل بودن. یکی از مجلات در لس آنجلس که الان یادم نیست کدومشه گفته بود این حضرات جمهوری اسلامی خیال میکنن جاسوس نخود کشمشه، مرغ و خروسه، که دولت اسرائیل بیاد 9 تا جاسوسشو در یه دهکده ابرگو بذاره که اینا بگیرن بکشن. جواب سوبیس، جاسوس پرقیمتترین پرارزشترین متاع یک مملکته که باید دارای قدرت و استعداد قوی باشن که بتوانند از خود اون مملکت، از مدارکی که هیچ کس دسترسی نداره، اطلاعاتی که به درد میخوره به یک کشور دیگری بدهد یا بفروشد. پس بنابراین مردم عادی نمیتوانن جاسوس باشن. باید جاسوس دوره ببینه، دارای استعدادی باشه که به جاسوسی انتخاب بشه. شما فرض بکنه که در ایران همون وقتا در دوره قبل از انقلاب نزدیک 500-600 هزار تا بهایی بودن در روستاها، در ادارات، در شهرستانها زندگی میکردن. اینا چه چیز بیشتری از سایر مسلمانان میدانستن که میخواستن اینو به امریکا و انگلیس و روس و اخیراً به اسرائیل بفروشن؟ گفتم وقتی نهضت بابی پیدا شد آمدن اینو منتسب کردن به دولت روسیه، گفتن یه شاهزاده روسی بوده که اون اومده در ایران و اینو بنا کرده. خدا روحش شاد کنه، شاد روان کسروی به این جواب داد، گفت به طور مطلق اینجوری نیست. این شاهزاده روسی هرگز و هرگز با سید باب هیچ تماسی نداشته و اصولا پیدایش بابیت در اون زمان به نفع روسا نبود، چون اون وقت روسا هنوز تزاری بودن و سید باب یک مقدار از صحبتهایش اشتراکی بود. مثلا سید باب مالکیت را قبول نداشت و می گفت کشاورز باید صاحب آبش باشه. سید باب نه تنها مالکیت را قبول نداشت، بلکه آب را ملی کرده بود در دنیا. و من اینو باید با نهایت صمیمیت بگم، من از کلمه افتخار اصلا خوشم نمیاد، با نهایت مباهات باید بگم که جامعه ایرانی 170 سال پیش از این یک جوانی داشته در شیراز که آبهای دنیا را ملی کرده. امروز یکی از بزرگترین مشکلات بشر در حال حاضر کمبود آبه. به جای اینکه به این بپردازیم میگه بله آقا بابیت را روس‌ها به وجود آوردن، بعد روس‌ها عوض شدن، تزارا رفتن، کمونیست‌ها آمدن. خدا شاهده وقتی روس‌ها آمدن شهری بود به نام اشکاباد که بهائیای ایران از دست آخوندها پناه برده بودن به اونجا. روس‌ها اینا رو تبعید کردن به سیبری و اینا پراکنده شدن آمدن به ایران. درسته که اول مشغل از کار بهائی در همون زمان تزارها در روسیه ساخته شد در شهر اشکاباد، و این کلمه مشغل از کار من توضیح بدم چیز مربوط به بهائیت نیست. بهائی‌ها بر اساس یک به اصطلاح حسن نیت و آشتی گرایی به بقیه ادیان یه جایی را میسازن، یه سالن، یه گنبدی را میسازن که 9 تا در میذارن، میگن تمام ادیان موجود در دنیا از این درهای متفاوت میتونن وارد بشن اونجا و عبادت خودشونه بکنن. نه جای تبلیغ، نه جای هیچی نیست، این عبادتگاه هست که بهائی‌ها میسازن که الان اونم از طرف جمهوری اسلامی به عنوان پایگاه‌های جاسوسی شده. من نمیدونم چطور یه مملکتی میاد در کشورهای دیگر و یه پایگاه گنبدهای به این بلندی و زیبایی را میسازن که مورد دید همگانه و میشه مرکز جاسوسی. مسئله‌ای که حائز اهمیت بود و هست
عبارت از اینه که پیدایش بابیت را اول منتسب کردن به روس‌ها، بعد گفتن نخیر کار انگلیسی هست. انگلیس که یه خورده از قدرت افتاد و امریکا آمد بالا، گفتن نه آقا، بهایت را امریکایی‌ها عرضه کردن. چرا؟ برای اینکه اسلام را به تفرقه وادارن. گویا در دوره حافظ 700 سال پیش 72 ملت نشده بود اسلام، که الان بهایی‌ها بیان به بخوان اسلام را متفرق بکنن. نکته دیگری که اینجا بلا فاصله باید اضافه بکنم، به قول دوست عزیزمان دکتر میزاقاسی، بهاییت با اسلام هیچ فرقی نداره، ادامه همان رشد اخلاقی و انسانیه، با این تفاوت که مسلمان ها به آخر دین بودن حضرت محمد اعتقاد دارن و بهایی ندارن. بعد اون روز در این تلویزیون شنیدم که بهایی کشته شدن امام حسین را جشن میگیرن. ای کاش من در تلویزیون شما بودم و یکی از آثار و نوشتجات بهاءالله را به شما نشون میدادم. آقای سربی، یه زیارتنامه، من نمیدونم شما زیارتنامه هایی را که بهائیان در روز عاشورا به خاطر امام حسین میخوانند و زیارت میکنند دیدید یا نه؟ هنوز ندیدم متاسفم. من این دفعه که آمدم پیش شما میارم نشون میدم. آقا بهاءالله گفته که هر فرد بهایی در ایام سال اگر هیچ وقت لباس سیاه نپوشه نپوشه، ولی در روز عاشورا حتما لباس سیاه بپوشه و این زیارتنامه را حتما بخواند. چندین صفحه زیارتنامه است در این که قیام حسین یه قیام معمولی نبوده، امام حسین عقلش کم نبوده که فکر بکنه با 72 نفر نمیتونه جلوی لشکریان بیسته. این عبارت از تزریق نترسیدن به جامعه انسانی است. قیام عاشورا یک قیام تاریخی بی نظیر است و هدف از اون است که ما از گفتن حق نترسیم، فکر نکنیم سر ما را میبرند، فکر نکنیم ما را ترور میکنند، فکر نکنیم بچه های ما را اسیر میبرند. اون همه اینا رو میدونست، ولی گفت من مردن با عزت را به زندگی با ذلت ترجیح میدهم. این یک پیس بزرگ تاریخیه که بازیگرش امام حسین بوده. و دومی که بالا اصلا اسمش حسین بود و آقای میزاقاسی خدا عمرشون بده گفتن که کتابی هست به نام سیسان. سیسان یه روستایی است در 60 کیلومتری تبریز که 167 سال پیش به وجود آمده. اکثریت زیادش 90 چند درصدش بهایی بودن، بقیه مسلمان. مسلمان ها چون جای بزرگی نداشتن که علمهای روز عاشورا رو بذارن، اینا را تمیز میکردن میآوردن و میذاشتن زیر سقف حضرت قدس بهائیان سیسان. بعد روز عاشورا که میشد، اونا می اومدن داخل حضرت قدس سیسان، مسلمان و بهایی با هم زیارتنامه را که بهاءالله نوشته بود میخواندن. ولی اگر قلم در کف دشمنه، اگر به قول سعدی شیطان بسیار خوشتیف و خوشزیبا و خوشندامه و ما به شاخ و دم میبندیم، تقصیر بقیه چیه؟ این مطلب رو از این جهت عرض کردم که من از بحث‌های مذهبی خوشم نمیاد. اصولاً بحث‌های مذهبی بیهوده ترین بی نتیجه ترین بحث‌هایی هستن که در وجود داره. جناب سربی، امروز علماً ثابت شده ما تا 11 سالگی هر چرا که به ما گفتند، هر چرا که خورده ایم، هر ادویه را که چشیده ایم، آن را معتبرترین، بهترین و زیباترین میدانیم. و دلیل علمیش اینه که در خانواده یک شیعه هر بچه بزرگ بشه شیعه میشه، در خانواده سنی سنی میشه، در خانواده بهایی بهایی میشه، در خانواده ارمنی ارمنی میشه، در خانواده یهودی یهودی میشه، در خانواده زردشتی هم زردشتی، بودایی بودایی. اصلا ما اگه فکر بکنیم که چرا بچه های بودایی ها بودا میشن، مطلب حله.
ما هرگز و هرگز راجع به باورهای ما، راجع به چیزهایی که به ما آموختن تا 10 سالگی، هرگز بازنگری نداریم. آن را مطلق میپنداریم و بهش اصرار میورزیم. حتی غذاهایی که میخوریم، در میان هزاران غذایی که در روی زمین است، ما چرا چوب کباب بیشتر دوست داریم؟ برای اینکه از اول به ما اینو گفتن. الان که اومدن ایرانیا امریکا، استیک خور شدن. ما در ایران اینقدر گوشت نمیخوردیم. حالا این یه بحث دیگه است که واردش نمیشه. بنابراین من پیشنهادم اینه که باید سند دید، باید دید که آیا بهائی‌ها جایی در کشور اسرائیل دارن. جناب سربی، تعداد بهائیانی که در از خارج رفتن برای خدمات محدود تشکیلاتی در اسرائیل زیر 1000 نفره. دولت اسرائیل اجازه اقامت به بهائیان در خاک اسرائیل را نمیدهد، چون اگر داده بود الان خیلی از بهائیان ایران و جاهای دیگه میرفتن در حیفا و عکا زندگی میکردن. اما بهائیان عکا و حیفا را جای مقدس برای خودشان به وجود نیاوردن. این دولت ایران بود، این آقای ناصرالدین شاه بود که بعد از اینکه چند متاسفانه بابی نادان بهش تیراندازی کردن و اون کشته نشد، دستور داد که بهاءالله را گرفتن، محاکمه کردن و چون ثابت شد که هیچ گناهی در این کار نداشته، تبعید کردن به عراق. عراق کجا بود؟ جزء متصرفات خاک عثمانی بود. به وقتی بهاءالله را فرستادن به عراق، بهاءالله به خاطر چند ماه که در زندان زرج کشیده بود، عده زیادی از دوستاشو کشته بودن، اصلا رفت در کوههای سلیمانیه و به عنوان درویش محمد ایرانی 2 سال در گمنامی کامل زندگی کرد. و وقتی دید که بابیان از نوع آشفتگی برخوردار شدن، نظم و نسقی ندارن، نمیدونن چه کار باید بکنن، اینا رفتن و خواهش کردن، دوباره آمد. اول کاری هم که کرد که از نظر من خیلی حائز اهمیته، اول دستوری که به الله داده اینه: به همت باری تیغهای برنده بابیان به اخلاق خوب به غلاف راجه. یعنی هیچ فرد بابیا شمشیر می زدن، بابیا جنگ می کردن، اما به حالا گفت نه، شمشیر رو بذارین زمین، تفنگت را زمین بگذار. و بابیا به دستور به حالا تفنگاشون رو گذاشتن زمین. بعد از اون کشت و کشت ها شروع شد. بعد از اون بوده که چندین هزار بهائی را کشتن. باید در هیچ یک از جملاتش، کلماتش راجع به کشتن، قهرمان شدن حرفی نداره. بلکه با الله میگه که اگر دستور کتاب نبود به قاتل ارث میگذاشتن. پس بهائی نمیتونه آدم کشه، بهائی نمیتونه ستون پنجم بشه. دوم این که دولت اسرائیل در اون زمان وجود نداشت. در سال 1948 بود که دولت اسرائیل به وجود آمد. اسرائیلی ها رفتن و با عرض کنم خدمت شما انگلیسی ها جنگیدن و اسرائیل را آزاد کردن. بعد قبر بهاءالله اونجا بود، از 100 سال پیش اونجا بود، قبر عبدالبها اونجا بود. اینا نبر بنابراین انتصاب جامعه بهایی به این که وابسته به روس هن، وابسته به انگلیس هن، وابسته به چین هن، تنها به یک چیز وابسته هن: به شرافت، به اخلاق، به انسانیت و به وحدت عالم انسان. ایها الناس، ما همه بشریم، بنده یک خدای دادگریم، خواهران و برادران همین، چون ز یک مادر و ز یک پدریم. امروز من به عنوان یک مرد 75 ساله بهایی، تنها مباهاتم به اینه که در روی کره زمین، جناب سربی، من 7 میلیون خواهر و برادر دارم که نه از اونها بالاترم، نه از اونها پایین تر. همه ما موجودات 23 جفت کروموزومی هستیم،
همه دارای احساسات مشترکیم، همه بچه هامون رو دوست داریم، همه وطنمون رو دوست داریم. ما ایرانی بهایی نمیگیم ایران، میگیم کشور مقدس ایران. کشوری را که من 75 سال جاسوسیش میکنم میام میگم کشور مقدس ایران؟ و این چه خاک بر سریست که پسر من، دختر من بفهمن که باباشون جاسوس اسرائیل بوده ولی برای وزارت ایران کار میکرده و الان داره میگه کشور مقدس ایران. بنابراین قلم در کف دشمنه. ما برای قبول این باورها باید دو بار بیندیشیم. از دوستای بهاییمون نگاه کنیم ببینیم که نگاهشون به ایران چیه. به ما میگن روزی خواهد رسید که کشور ایران آبادترین بهترین کشور روی زمین خواهد شد. چرا؟ برای اینکه زادگاه با اللهه. عبدالبها 60 سال از ایران دور شده بود، در امریکا در یه جای صحبت میکرد، نزدیک عید بود، گفت ها حتما باید سفره هفت چین را بچینید تا من سر اون حاضر شدم. و گفت من 60 سال از ایران تبعید شدم، یک خلق و خوی ایرانی را از دست ندادم. من خجالت میکشم به این دوستای ما در جمهوری اسلام بگم که امریکایی‌ها، فرانسوی‌ها، اروپایی‌ها وقتی میومدن شیراز و میدیدن که این شیراز به خاک میافتاده، من دو بار خودم دیدم، تا گفتن که شیراز افتاد به خاک، گفت این کشور مقدس ایرانه. عبدالبها 100 سال پیش آمده امریکا، در تمام جلساتی که سخنرانی میکرد پرچم ایران را میذاشت. آقای سربی من گریم میگیره که بعد از 100 سال به ما بگن که ما جاسوس. ولی اگر میگید بگید، ما تحمل میکنیم. من از شما و از هیچ کسی دیگه نمیرنجم. آقایی که عموی 75 ساله ما را، آقای موسوی تبریزی، من یه عمو داشتم 75 سالش بود، 73 سالش بود، به جرم اینکه جاسوس اسرائیل تیربارانش کردن. پسر عموی من را تیرباران کردن. صدها نفر از فامیل من را کشتن. چرا؟ اینا جاسوس بودن. من یه دفعه شوخی گفتم شاید جاسوسی یه چیز ژنیه، لابد منم هستم و نمیدونم. قربان، راه چاره این نیست. اگر شما تلویزیون دارید، اگر برنامه‌ای که تلویزیون دارن و میخوان که ما باید بشینیم رو در رو به چشمهایم نگاه کنیم و ببینیم که راست میگویم یا حرفم به دل شما نمیشینه، من چرا باید جاسوسی کشورم را بکنم که به خاکش سجده میکنم؟ استخوانهای پدر من اونجا خوابیده، استخوانهای مادر من اونجا خوابیده، من چرا باید جاسوسی اونجا را بکنم به بچه‌ام یاد بدم که انسانهای درستکار و باشرفی باشه؟ نمیدونم توضیح بیشتری میخواید یا این چند کلمه را قناعت میکنید. بسیار ممنونم. اگر موضوع دیگه ای هست لطف کنید بگید. اگر نه، دوستان در رابطه با بنیاد مهرگان و کنفرانس میشناسن شما رو، در اون مورد صحبت کنید. من اون ویدیو رو هم دارم، بعدن پخش میکنم. اون امسال خیلی مهمون دارید. بله، من اگر اجازه بدید، چون امروز به این دوستان یاران گل دادم که در مورد سوالاتی که راجع به بهائیت هست صحبت بکنم، اگر اجازه یه مطلب دیگری هم بگم. بفهم. که ما به عنوان یک ایرانی از دیدگاه بهاءالله چه وظیفه داریم. اولا بنده برخلاف عده زیادی از دوستان همیشه اعتقادم بر این بوده و هست که مذهب و دین یک پدیده اجتماعی است. تمام مذهب ستیزی و خدا ستیزی و لامذهبی و اینا که از روی دنیا موج گرفته و داره موجهاش پر اوج میشه، به خاطر اینه که ما فکر میکنیم از آسمان کتابی اومده رو زمین. جناب سربی، آسمانی وجود نداره. دین یک پدیده اجتماعی است. حضرت محمد یک بزرگواری بود در نهایت استقامت، 13 سال تمام در شهر مکه زندگی کرد، خاکستر به سرش ریختن، به عیادت زن یهودی رفت. اما چون دین یک مسئله اجتماعیه، بعدن که دید پیشرفتی نمیکنه، متوسل شد به این که بالاخره با حریفانش به زبانی حرف بزند که اونا بفهمند.
بنده معتقدم که هر نوع دین ستیزی به ضرر جامعه است. پشت تلویزیون رفتن و به ادیان توهین کردن کار زیبایی نیست. ما چیزی به نام دین از هزاران هزار سال پیش در جامعه بشری داریم و الان نمیتونیم بریم پشت میکروفون و به اینا بگیم که اینا افتراس، اینا تهمت، اینا افترینه، اینا خرافات، اینا موهوماته. اینا واقعیت هاست. ما باید با اینا کنار بیاییم، با اینا بشینیم و افرادی هم که تعصب دینی دارن اونها هم باید از تعصبشون دست بردارن، دست در دست هم دنبال کشف حقایق بشن. امروز کشورها که سکولار پذیرفتن کشورهای مترقی شدن. معنی سکولار ضد دین نیست. ما می توانیم در دل خودمون هر چرا که دوست داریم به ودیعه بگذاریم، اما مزاحم همسایه نباشیم. 900 سال پیش ما عرض کنم هاتف اصفهانی را داشته ایم که سرود وحدت جهانی را سر داده. الان در کشورهای اسکاندیناوی اینها جمعیت زیادی دارند، در کلیسا به دلبر ترسا. بعد از آن که خدا را از طریق دل احساس میکنند. یکی از مسائلی که ما متاسفانه در طول زمان به بیراهه رفتیم، فکر کردیم که راجع به خدا خیلی میدانیم. بنده خودم این مشکل رو داشتم. من در 16 ساله راز بزرگ موریس مترلینک را خوندم که در آنجا به ما گفته بود هر کس راجع به خدا صحبت میکنه شما ازش بپرسید که آقا بله شما راجع به خدا چرا اینقدر زیاد میدانید؟ با خدا فامیلید؟ یا نسبت فامیلی دارید؟ یا نزدیکش بودید؟ چرا راجع به خدا؟ آقا کشش تو از من بیشتر میدونی. گفتم مشکل از اینجا ناشی شده که ما اجازه داده ایم دیگران داد سخن بدن، از خدا برای ما حرف بزنن و ما فکر بکنیم که اینا راجع به خدا خیلی خیلی بیشتر از ما میدونن، در صورتی که امروز ثابت شده و قابل استدلاله که هیچ بشری راجع به خالقش، راجع به خالق جهان هستی هیچی نمیدونه. ما روزی باید بشینیم و ببینیم آقا یک، ماده یک، ما راجع به خدا هیچی نمیدانیم. خدا نه کتابی نوشته، نه کتابی فرستاده، نه راهنمایی کرده. خدا در دل ما فقط عشق را به ودیعه گذاشته. هر سخن غیر از عشق راجع به خدا کفر محض. دوم اینکه بشناسیم که وظیفه ما برای چه به این دنیا آمده ایم. آیا تصادفیه؟ هیچ اراده‌ای در طبیعت نبود؟ و چون میبینید طبیعت به زبان ریاضی نوشته شده، فاصله بین ستارگان، فاصله بین گردش زمین و زمان روی آثار ریاضیه، نتیجه میگیریم که لابد این نظمها یک نازمی داره، فقط همین، بیشتر از اون نمیدونیم. اما در طول تاریخ همیشه افرادی بودند که از ضعف و نادانی ما، از ترس ما، برای ما فال گرفتند. استاد شهریار شاعر ایرانی میگه رود ایرانی سرگشت دنبال بدبختی، کند این ملت بدبخت استقبال بدبختی، میان کوچه ها بحر زن بدبخت ایرانی، ببین رمال بدبختی که گیرد فال بدبختی. گدا در گوشه کشور بدان ماند که نقاشی به دیواری کشد تمثال بدبختی، به پیشانی پیرانش داغ ریا و تزویر دیدی، به بازوی جوانانش نگر هم خال بدبختی. گربان ما ایرانی ها در ایران که فال نگاه نمی کردیم، در لس آنجلس هم این کاره می کنیم، می شینیم در تلویزیون و زنگ می زنیم که خانم فلانی یه ورق بکش. گربان این جهالت و نادانیه. همینا بودیم و ماها که این فالا را کشیدیم عکس آقایی را در کره ماه میبینیم. استادای ما، اونایی که به خرج ملت ایران رفته در فرانسه درس خونده بودن و قرار بود برای ما دانشگاه های علمی درست بکنن، متاسفانه عکس بزرگواری را در کره ماه دیدند و ما را به این روز انداختند.
ما الان احتیاج داریم به یک رنسانسی که تکلیفمونو با هزاران سالمون مقایسه کنیم. اگر دکتر مریض شدیم به دکتر برویم، عمل جراحی داشته باشیم، یا شفا از آخوند و دعا و دعا و مناجات بگیریم. قربان، اینها در ادبیات ما هست. من الان میگم دعا، شاید خیلی از باهایی خوش نمید که بله آقا ما دعای شفا داریم. قربان، اینها در تاریخهای مدون ما نوشته شده. نماز، آقای مولوی 900 سال پیش میگه نشستن و برخواستن و دنبه هوا کردن که نزدیکی به خدا نیست. اگر نه روی دلم در برابرت دارم، من این نماز حساب نماز نشمارم. اگر نه روی دل با خدا باید داشته باشیم. اگر نه روی دلم در برابرت دارم، من این نماز حساب نماز نشمارم. به عشق روی تو من رو به قبله آوردم، وگر نه من ز نماز و ز قبله بیزارم. کسی که جامه به سگ برزند نمازی نیست. نماز من به چه ارزد که در بغل دارم. گفت ما با دلمونو با خدا به راز و نیاز بیاریم. ما از خدا غیر از عشق چی یاد نگرفتیم. من اخیرا به هر کی میرسم میگم شما از خدا چی یاد گرفتید؟ خدا به شما چی یاد داده؟ در کتابش میگم صبر کنید، هنوز ثابت نشده که خدا کتابی نوشته. و بعد میگم غیر از عشق از خدا چیزی دیگه یاد گرفتید؟ کافیست. ما اگر عشق داشته باشیم، نمیگیم که اون فرق با خواهرش مادرش فلان میکنه. ما اگر عشق داشته باشیم، نمیگیم که اینها سنی ها بدن، شیعه ها خوبن، شیعه ها بدن. 900 سال پیش شاعر ما میگه که از من میپرسن که شیعه هستم یا سنی. میگه من به شما میگم از جنگ شیعه و سنی آمد گیم. حالا بعد از این همه سالا در بغداد، در عراق جنگ شیعه و سنی میبینی؟ اینا از این است که ما از چیزی به نام خرد، تنها چیزیست که خدا به ما داده، استفاده نمی کنیم. بنابراین اگر روزی برسد که ما بتوانیم از مفهوم دین به عنوان راهنمای زندگی، هر دینی که در آن شمشیر باشد دین نیست، خدا عاشق دوست داشتنه، خدا عاشق مهر و محبت. برای خدا مسلمان، بهائی، یهودی، ارمنی وجود نداره، زن و مرد وجود نداره. ایها الناس، ما همه بشریم. اینه که جناب سربی، من دلم میخواد که در یک جلسه جداگانه راجع به سمینار مهرگان امسال که راجع به رنسانس ایرانی است توضیحات خدمتتون بدم، و این جلسه را مختص کنم. اگر خود از داری یا از بینندگان محترم سوالی در مورد مطالبی که بازگو کردم باشه، چند دقیقه آخر رو به اون اختصاص بدم. من ممنونم از شما. چون ما تلفن رو باز نذاشتیم، قرار شده که زنگ بزنن، پیغام بزنن یا ایمیل بزنن، و هر جوری که شما راحت هستید. چون من اون ویدیو رو دیدم امروز در رابطه با نشستی که اول سپتامبر، اگه اشتباه نکنم از 29 آگوست هست، و شما از 29 آگوست این سمینار، بله، 12 سمیناریست که بنیاد فرهنگی مهرگان امسال داره. سر دوستای ما از دانشمندان جوان ایرانی ما استفاده میکنیم به عنوان راهنمای سمینار. 7-8 سال اول آقای دکتر عباس میلانی مسئول انتخاب سخنرانان بودند. سخنرانان انتخاب میکردند، ما هتل میگیریم، وسایل پذیرایی رو انجام میدهیم و سخنرانان میان اونجا میرن و صحبتاشون رو میکنن. این سمینارها خالی از هر گونه ادعاست. ما نمیگیم بهترینشو داریم، فقط تنها وسیله است برای جمع شدن دور هم. و امروز با دوستان صحبت میکردیم و قرار شده از سال آینده حتی کلمه سمینار را هم برداریم و همایش ایرانی بذاریم. اینو من به عنوان ایرانی بودن نمیگم. یکی از مباهات جامعه ایرانی در امریکا باید این باشه که ایرانی ها دومین ملتی هستند که بیشترین سمینار را در امریکا میگذارن. اول ژاپنیا هستن، بعد ما ایرانی ها. و این سمینارها تنها راه نجات کشتی به گل نشسته ماست. ما امسال میشینیم میبینیم که چرا ما به گل نشسته ایم. اگر ما ایرانی ها باهوشترین ملت ها هستیم که متاسفانه نیستیم،
اگر ما همه این مطالب را میدانیم که نمیدانیم، چرا در تمام کشورهای دنیا اسیر و آواره ایم؟ چرا پشترم حرف میزنیم؟ استهزا کردن، غیبت کردن که بدترین صفت انسانیه، در جامعه ما رواج کاملی داره. آقایون خانما در یه مجلسی به محض اینکه یک نفر پاشو خارج کرد، از لباسش، از نشستنش، از حرف زدنش حرفا میزنیم. ما یه ملت تقریبا نه تحقیقا از نظر تاریخی دارای اختلافات زیادی هستیم. ما داریم مملکتمون رو به ترک و فارس و شمالی و جنوبی و کرد و شیعه و سنی تقسیم کرده ایم. اون روز میگن آیا میشه ایران را تقسیم کرد؟ اونا ایران تقسیم شده است، منتها یک فرهنگی، فرهنگ مولوی، فرهنگ حافظ، فرهنگ سعدی نمیذاره که سرحداتمون از هم جدا بشه. ما برادران و خواهران همیم، اگر از زیر بار آخوندزم بین الملل خارج بشیم. من امسال رفته بودم ترکیه و دیدم که سکولاری که 85 سال پیش آتاتورک به اون مملکت ارمغان آورد، متاسفانه در حال از بین رفتن است. چرا؟ برای اینکه نهادینه نشده بود. بسیاری از چیزهایی که مثلا ما مهمان نوازیمون در هیچ جایی نوشته نشده، قریب نوازی ما در جایی نوشته نشده، ما قوانین راجع به این نداریم، اما نهادینه شده است. ما اگر بتوانیم دوست داشتن را، عشق ورزیدن را، ندانسته تهمت نزدن را از میان جامعه ورداریم، به هم دیگه یه ذره فقط خوشبین باشیم و بگیم اگر بنیاد فرنگی مهرگان این کار رو میکنه، نه به خاطر پولا است که چین و روس و اسرائیل و شیکاگو و اون یکی میده، اینا همون تیکت های ورودی است که فروخته میشه و صرف نون و پنیر و سبزی میشه. اینی که اجازه بدید من دفعه بعد راجع به سمینار و معرفی سخنرانان در خدمتتون باشم. بسیار اگر امری فرمایشی داشته باشین در خدمت، حتما این کارو میکنیم. و شما در رابطه با سمینار گفتید که میخواین اسم رو عوض کنید به همایش ایرانی. از سال آینده عوض خواهد شد اگر بقیه دوستان و اعضای سمینار وقتی اونجا به رأی خواهیم گذاشت اگر قبول کردن، دیگه سمینار نامش خواهد شد همایش ایرانی. خب برای رنسانس هم باید یه کلمه پیدا کنیم که با اون جور در بیاد. بله، این یک در واقع تولد دیگر است. بله. رنسانس یعنی یک تولد دیگر، یک زایشی دیگر. ما افکار و تفکراتی را که ما را به این روز سیاه نشانده باید پیدا کنیم. مثلا بگیم که خدا برای ما هیچ کاری نمی‌کنه، باید خودمون بکنیم. بگیم آخونده برای ما هیچ کاری نمی‌کنه، باید خودمون این کار را بکنیم. و راه حل های پیدا بکنیم از نظر اخلاقی، از نظر دهش، از نظر به اصطلاح وقفیاتی که داشته. مثلا فرض کنید که در تمام گذشته ما تمام وقفیات یا مسجد بود یا عرض کنم خدمت شما که چشمه بود، ولی الان آیا میشه بیمارستان های را که راجع به سرطان تحقیق میکنن به عنوان جز موقوفات در آورد؟ یا موقوفات باید همون چیزایی باشه که آخوندیز بتونه از اون بهره بگیره؟ رئیس موقوفات باید رئیس یه دانشکده پزشکی و دندان پزشکی بشه، پرستاری بشه، یا همون موقوفات امام رضا که فقط مسجد باشه و این مسجدها الان هم معتقدن که تعدادش کمه و باید بیشتر بشه، آخوند بشه، آخوندیز بشه و اینا جوابگوی هیچ سازمانی نباشن. اینا تولدهای دیگر است. من از شما بسیار ممنونم. آخر هفته خوبی براتون آرزو میکنم به امید دیدار شما و امیدوارم که این سمینار یا همایش ایرانی ها هم مثل همیشه موفق باشه. از دوستان بیننده و شنونده هم خواهش میکنم، چون این برنامه تا جمعه آینده هر روز پخش میشه، هر سوالی که دارن، پرسشی، نظری، با شما مستقیما با شماره تلفن 858-673-7000 یا با ما از طریق ایمیل و شماره تلفن تلویزیون مردم تماس بگیرن. در برنامه‌های آینده شما پاسخگو خواهید بود و یا در مورد نظراتشون صحبت می‌کنید. بازم ممنونم. این اولین بار بود که من با شما صحبت کردم، امیدوارم آخرین بار نباشه. حتما اینجوری خواهد بود. من به شما قول میدم که یک سفری
به اتفاق همسرم بیایم در خدمت شما مهمان شما باشیم و از تلویزیونتون هم با بینندگان محترمتون گفتگوی داشته باشیم. نون و پنیر و سبزی دیدم. نون و پنیر و سبزی آماده است. اینم یادمه که شما توی خیلی این... ممنون به امید دیدم. به امید دیدم. خدا نگهدار. بله توی این برنامه ها ایشون با نون و پنیر و سبزی از مهمون ها به اصطلاح پذیرایی میکنن. اگر مایل هستید اطلاعات بیشتری در این رابطه کسب کنید یا مستقیما با خود ایشون تماس بگیرید یا روی اینترنت همین بنیاد مهرگان، مهرگان فاندیشنی که بزنید ویدیوی جدیدشون هست، در این مورد باز هم بیشتر صحبت میکنید. از اینکه با تلویزیون مردم بودید و به برنامه دیدار یاران توجه کردید متشکرم. از صفحه دیدار یاران در فیسبوک دیدن کنید و شما هم به یاران بپیوندید و با اونها باشید. اگر از هر دین و آیین و مذهب دیگه ای که هستید و مایل هستید صحبت کنید با دوستان تماس بگیرید، اونها ترتیبی میدن که برنامه های هم در اختیار شما قرار بگیره. و این اولین بار هست که من میبینم به اصطلاح یک سازمانی، یک شخصی، شخصیت هایی این کار رو انجام دادن و به دیگران هم امکان میدن. همون جوری که آقای حسن فیروزی گفت، گفتن که خب اگر اینها به حق بودن چرا ترسیدن و حتی اجازه ندادن یک جوان بهایی بیاد و کتاب اخلاق، اون درس اخلاق رو به اینها نشون بده، بگه به ما این رو آموزش دادن، چگونه امکان داره ما با این آموزش بعد اونجوری عمل کنیم. گفتنی ها کم نیست، من و تو کم گفتیم. باز هم ممنون، آخر هفته خوب براتون آرزو میکنم و به امید اینکه روزهای بهتری در انتظار شما و همه ما باشه. روز روزگار بر شما خوش.